شنوندگان خوب برنامه روشن بازی جوایز فارسی، بر همه شما سلام و درود فراوان دارم. به همه شما ایرانی ها که عاشق وطن هستید، به شما که عشق وطن، فرهنگ وطن و تمدن ایران زمین در دلتون شکوفا هستش، و سلام خاصی دارم به سیستانی های عزیز، سیستانی هایی که چه در سیستانن چه پراکنده در سرتاسر دنیا. به همه تون عرض سلام مخصوص دارم. ما همچنان در سیستان هستیم، سیستانی که گفته میشه کهنه نگین تمدن هست، و در کوچه پس کوچه های سیستان داریم قدم میزنیم، داریم راه میریم در کوچه پس کوچه های تاریخ سیستان، با کسی که تاریخ دان هست، با کسی که علم تاریخ رو میدونه، با کسی که تاریخچه شکلگیری سیستان رو بهتر از شاید بسیاری از افراد دیگه مطالعه کرده و در این زمینه کتاب‌های بسیاری رو نوشته، با جناب جواد محمدی، محقق و پژوهشگر، ویراستار، برنامه ساز رادیو و تلویزیون و نویسنده چندین جلد کتاب هستند که نام کتاب‌های ایشون رو ما در برنامه های گذشتمون گفتیم. بله، در کوچه پس کوچه های تاریخ سیستان هستیم و من جا داره که به جناب محمدی هم عرض سلامی داشته باشم و هم خوش آمد. ممنونم که باز هم دعوت من رو پذیرفتید. خیلی سپاسگزارم سرکار خانم بنی هاشمی. شما لطف کردید به من، افتخار دادین در برنامه‌تون باشم و البته سهمتون رو به سرزمین سیستانم که بخشی از وطن بزرگ ماست دارین ادا میکنین. از اون بابت هم من از شما سپاسگزارم. من در خدمتم. استدام میکنم. طبق صحبتی که با هم داشتیم، شما فرمودید که این بار میخواهید در باره داده های مدنی حوزه سیستان صحبت کنیم. این داده های مدنی حوزه سیستان قدری برای من اون مفهوم روشنش رو نداره، شاید برای تعدادی از بیننده ها هم نداشته باشه. از این جهت میخوام من به طور بسیار مختصر بفرمایید که این موضوع اصلا یعنی چی، تا بعد بتونیم اون رو کاوش کنیم در درونش رو و تفسیرش کنید. من در آغاز اشاره کنم به بیت شعری از رودکی، در اون شعر بلندی که میگه مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان بود، و در ادامش میگه تو رودکی را ای ماه رو کنون بینی، بدون زمان ندیدی که این چنینون بود. حالا سیستان من سرنوشت دوران پیری رودکی رو داره و اون چه ما درباره او بگیم بسیار شگفت می نماید، اما خود ما هم به این اعتبار و به این قوت قلب اینها رو میگیم که هیچ کدوم از این نوشته ها و اسناد را ما کشف نکردیم و ما طرح نکردیم و همش مال ایران شناسان خارجی یا داخلی هست. و باستان شناسان و زبان شناسان، کلن علمای علوم انسانی. ببخشید. من اولین داده ای رو که به تمدن ایرانیمون پیشکش شده مطرح میکنم که به استناد اجری بچکا و اوتار کلیمار و سه نفر دیگر مرحله ورود آریایی ها به مدنیت، یعنی از کوچ روی و چادر نشینی، برای اولین بار در یکی از این دو نقطه ساکن میشن و ده و شهر میسازن و وارد مرحله زندگی اسکانیافته و به قول معروف تمدن میشن. مرحله جدیدی از تمدن. این دو جا رو در واقع مستقر میشن و از اینکه کوچ رو بشن و باشن و مدام از جایی به جای دیگه برن پرهیز میکنن،
و یک جا رو برای زندگی کردن انتخاب میکنه. بله، این جا رو یا خوارزم میدونن در شمال شرق ایران کنونی و یا سیستان، میگن در یکی از این دو جا. اسناد اینطوری نشون میده که برای اولین بار ایرانی ها یک جانشین شده باشن. استنادشون هم عمدتاً به اوستاست و برداشت هایی از کهن‌ترین روایات اوستا و اوستای کهن. اوستا بله، بخش های کهن اوستا. اوستا هم قسمت های کهن داره و قسمت های جدید داره. حالا شاید اگر پول حرفی نشه این را هم بگیم که علت اسکانشون یکی رودخانه هیرمنده و دیگری هوای گرم این منطقه که دیگه نیازی به کوچ و فرار از سرزمین های یخبندان ندارن. سرزمین های یخبندانی که در خاطره مذهبی و آیینی آریاها مونده، ایرانی ها مونده، که از اون موقع کلن جنوب را مقدس می دیدند. بیگمان به خاطر همین هوای گرمترش و روزهای بلندترش. بله، اصولا نخستین تمدن ها در کناره های رودخانه ها شکل می گیره. چرا که انسان ها اگر به هیچ چی نیاز نداشته باشن به آب نیاز دارن و تامین می کنه رودخانه آب مورد نیازشون رو تامین. بله، و این دو نقطه این شرایط رو داشته که کنار رودخانه های بزرگ جیهون یا هیرمند بودن. بله. خب من باز هم صحبت کنم یا شما در این باره سوالی دارید؟ نه من هنوز سوالی برام مطرح نشده. این که فرمودید شما، منم هم به همین باور رسیدم که جایی میتونن انسان ها سکنا بگزینن و انتخاب کنن برای زندگی که نسبتاً از آب و هوای متعادلی برخوردار باشه، زمستان های آنچنان سرد نداشته باشه که مجبور بشن کوچ کنن و به مناطق گرمتر برن، و شاید هم به همین دلیل بوده که اینجا را برای سکنا گزیدن دائمی و سکونت همیشگیشون انتخاب کردن. بله، من به شهر سوخت مغز و چشم بوده، میدونم که خطکش خیلی دقیق تر از خطکش های امروزی، من به اونها دیگه نمی پردازم و مستقیم وارد 2000 سال بعدش میشم به دوران هلنیست، در واقع دوران اسکندر و دوران اومدن سکاها به این سرزمین. همزمان با اومدن سکاها در این سرزمین، درست در 2000 سال پیش، طبق پژوهشی که آقای مهندس صنعتی کردن در مقاله بسیار مستندشون که نوشتن، ایشون در اون مقاله میفرماین که نجوم هند را، خب ما میدونیم که نجوم هند جزو علوم بسیار برتر دنیای قدیم هست، نجوم و ریاضیات هند، نجوم را مردمانی از سیستان به هند بردن در 2000 سال پیش. دیگه این دوره خیلی تاریخی هست، نام میبره افرادی رو که این دانشمندانی که این نجوم را بردن. و بعد در اون مقاله ایشون یادآور میشن که حتی تا این اخیر تاریخ ردپای نجوم سیستانی های آفتاب پرست زرتشتی هم نبودند، در نجوم هند آشکار هست. و حتی دانشمندانی رو از تاریخ نام میبره از این گروه. نجوم در خودم بله. بله، من میخوام که در مورد واژه آفتاب پرست که فرمودید که همون میترایز هست، قدری توضیح بدید، چون شاید برای تعدادی از بینندگان ما آنطور که باید روشن نباشه، این واژه آفتاب پرست باهاش انس چندانی نداشته باشن و این واژه رو زیاد نشنیده باشن و نخونده باشن. لذا خواهش میکنم که در این مورد قدری کوتاه توضیح رو عنایت بفرمایید. قاعدتا آفتاب پرست و معادل
مهری ها و میترائیست ها میدونن. و جالبه که در صدر اسلام یکی از شهرهای مهم سیستان که در تاریخ سیستان هم از اون نام اومده و در حول و حوش همین زاول موجود در سیستان ایرانی هم بوده، شهر نامداری هست به اسم شهر مهریان که خیلی احتمال میره که منصوب به مهرها باشه. مهریان مثل مثلا ایرانیان، خراسانیان، یه همچین چیزی. بله. و این شهر مهریان آیا آثاری ازش مونده و یا اینکه هنوز این شهر سکونت میکنن، تعدادی از افراد سیستانی در اونجا ساکن هستن، یا نه فقط نامی ازش در تاریخ هست و هیچ نه اثر تاریخی ازش مونده، نه باستانشناسان تونستن چیزی از اون کشف کنن؟ من آثاری از این نمونده، اما با تفحص در تاریخ به ویژه تاریخ سیستان من این منطقه رو به گمان پیدا کردم و در این باره استدلال های خودم را دارم که آثار تپگونه‌ای هست که بسیار شگفت‌انگیز است و نه در و دیواری ازش نمونده، فقط شکل باستانی پیدا کرده دیگه، در همون حدود هایی که تاریخ سیستان میگه. خوشبختانه تاریخ سیستان در حرکت لشکرها یا مهاجمین یا مدافعی که صحبت میکنه میگه از کجا به کجا، وقتی دنبال کنیم این مسیرها رو میرسیم به هول و هوش اونجایی که مهریان بوده. و این تپه‌هایی که فرمودی تپه‌هایی هست که طبیعی هست یا نشان از این داره که به شکلی انسان توش دست برده و کارهای انسان در اون دیده میشه؟ به چه صورت هست این تپه ها؟ نه، ما یه سری تپه های طبیعی داریم در جنوب سکوه یا سکوهه که در تاریخ هم اینها به صورت طبیعی از اینا یاد شده و مثلا موجودیتش هم مشخصه که طبیعیه. ولی نه، یه تپه هایی داریم که در سینه جل نام میبرم. من صدای شما رو ندارم. اخیراً سینه چی فرمودید؟ الان صدای من میاد؟ بله الان. الان میاد؟ بله. بله بله. بله. در سینه چی فرمودید؟ از این تپه‌ای که ما نام بردیم، بله. اخیراً در هول و هوشش جاده‌های مشخصی هم پیدا شد. آها. که معلومه راه رفت و آمد به این قلعه و به این جا بوده. این هم تایید میکنه که این تپه طبیعی نیست، یک قلعه یا قلعه هایی بوده که بر هم تنبیده. بله. من باز درباره مهریان و نجوم سیستان اگر اجازه بدین وصل برنامه اجازه بده بگم. خواهش میکنم. بله. و اون اینه که ببینیم که در اول قرن پنجم هم وقتی که ابو ریحان از نجوم و رصدهای نجومی معتبر یاد میکنه، از چهار جا یا گاه ممکن از پنج جا، ولی از چهار جا بیشتر یاد میکنه. از بغداد یاد میکنه، از گرگان موجود یاد میکنه، از خارزم که زادگاه خودش یاد میکنه و از سیستان. میگه بله این بحثی رو که ما درش مطرح میکنیم، این رصدی رو که ما میگیم در سیستان اینطوری ضبط شده، در جرجان یا گرگان اینطوری ضبط شده و در بغداد و خارزم اینطوری. خود این نشون میده که تا زمان ابو ریحان این دانشمند بسیار موشکاف، نجوم سیستان همچنان نجوم مطرح و معتبری بوده. خب و اما راجع به مهریان قبلا هم در یک برنامه اشاره کردم و اون اینه که سنتی بود در خانواده ها، از جمله خانواده خودمون، جامعه نوعی که برای ما میگرفتن، مادرمون یا مادر بزرگمون اصرار داشتن که این جامعه رو نپوشین تا فردا صبح هنگام طلوع آفتاب بیدارتون میکنیم و این رو به آفتاب بپوشین که شگون داشته باشه، رو به خورشید. به باور من اینها
یه ریشه های کهن داره. بحث من درباره مهریان در اینجا به پایان رسید. اگر شما سوالی ندارین بحث دیگه رو مطرح کنم. نه فعلا سوالی به ذهنم نمیرسه، ولی آیا آثار مکتوبی هم از مهریان میده و این اسم رو از کجا روی چه قاعده رو؟ خوب صدای شما نمیاد. عرض کردم که آیا آثار خاصی از مهریان مونده و این اسم مهریان بر چه اساسی بر روی اون گروهی که الان به شکلی ما هیچ اثری ازشون که اونطور که شما گفتیم نداریم، این اسم رو چرا گذاشته شده روشون؟ این نامگذاری به چه علت بوده؟ به همون علت که آفتاب رو میپرستیدن و آفتاب رو مقدس می‌دونستن؟ ما نمیدونیم، ولی تاریخ سیستان که در 445 و اینها نوشته شده و به قول مرحوم بهار بیشک از روی تاریخ‌های کهن‌تری نوشته شده که حتی یک صفحه این تاریخ رو میگه کهن‌ترین متن دریه که تا کنون من دیدم. بله. یا آتشکده کرکو، آتشکده کرکو. یعنی این کتاب درسته که در سال 445 نوشته شده، ولی ممکن است که در زمان حتی خود یعقوب لیث به قول معروف صفحه های نخستینش نوشته شده باشه. نه، فقط در تاریخ سیستان از مهریان یاد میشه. در تاریخ بعد سیستان که احیال ملوک باشه، نه، هیچ نامی از این نیست و حتی در فرهنگ هم نیست مسئله مهر و مهری. بله بله، بسیار خوب، ممنونم. پس بخش مهریان رو به پایان میرسونیم و به حوزه دیگه قدم میذاریم. بله. چیز دیگری که در سیستان و خراسان شکل میگیره، از هر دو با هم نام بردن، انرژی باده. بله. با نیروی باد برای نخستین بار این مردم آسیاهاشون به چرخش در آوردن و چرخاب‌هاشون چرخوندن. اینی که سیستانی ها و بخشی از خراسان که در مسیر بادهای 120 روزه هست، اینها نیروی باد را برای نخستین بار به سلطه در آوردن و به دنیا آموختن که از این نیروی استفاده کنه. اینو من سندش رو خدمت شما عرض کنم که در جلد دوم تاریخ علم آقای مهدی فرشاد نقل میشه از قول فر. بله، با صدای شما رو ما نداریم. این مردم شما قطع شده شنابه. مردم شرق خراسان و مردم سیستان به نیروی باد دست یافتن و این صنعت رو پدید آوردن. و برای من میدونید چی عجیب هست جناب محمدی؟ که با وجود این که مردم سیستان جز به اولین جامعه ای بودن که انرژی باد رو کشف کردن و از انرژی باد استفاده می کردن، ولی در این شهر حتی یک دونه آسیاب بادی وجود نداره، حتی یک دونه چیزی که اثری که نشان دهنده از خدمت استفاده از انرژی باد هست من ندیدم و نشنیدم. نمیدونم، شاید من اشتباه میکنم. اگر هست دلم میخواد که شما تصحیح هم کنید. آسیای بادی تا زمان کودکی من، بله، بقایایش بود در شهر زابل که درست فرض بفرمایین همزمان با تولد منو تا 1320 و بعد اینها، این آسیای بادی که به همون محله سیستان هم هنوز میگن محله آسباد. بله. و ساختمانهای متروکش در روستاهای سیستان همچنان باقی است. اما جای این تأسف هست که چرا مردم با
بله، ما در پیرامون انرژی باد و اهمیتی که این انرژی برای مردم سیستان داشته صحبت میکردیم و میگفتیم که سیستانی ها جزو اولین گروه هایی بودن که این عظمت انرژی باد رو کشف کردن و از این انرژی استفاده میکردن. متاسفانه باز هم ما قطع شدیم و امیدوارم که بتونیم صحبتمون رو با جناب محمدی ادامه بدیم. ایشون فرمودن که وقتی کودک بودن آسیاب‌های بادی در شهر سیستان وجود داشته و الان هم مخروبه هاش هست، اما کاش این مخروبه ها رو دستی به سر و روش بکشن و اون رو کمی آبادتر کنن که خودش میتونه یکی از قطب‌های گردشگری استان سیستان و بلوچستان و منطقه سیستان به حساب بیاد. ما کشورهایی رو میبینیم مثل کشور هلند که از این انرژی باد به درستی استفاده میکنه و هنوز بعد از گذشت سالیان سال این علامت و نمادش رو نگه داشته و بهش میباله و افتخار میکنه، در حالی که ما هزاران سال پیش کشف کرده بودن سیستانی ها، اما متاسفانه چرا اهمیت آنچنانی به تاریخمون، به گذشتمون نمیدیم و چون به گذشته اهمیت نمیدیم به این جهت هست که خب نمیتونیم اون رو به شکلی نگهش داریم، نمیتونیم اون رو حفظش کنیم و بشه بخشی از فرهنگ ما، بشه بخشی از گردشگری ما. میدونید اگر این آسیاب ها ترمیم بشه ولی به صورت اصولی ترمیم بشه چقدر میتونه کمک کنه برای شناختن تمدن سیستان و اینکه این مردم پیشرفته در زمانهای بسیار دور با باد، از باد چه استفاده هایی میکردن، زمانی که شاید هیچ بشری در هیچ جای دنیا باد رو نشناخته بود، اونها فهمیده بودن که میتونن از این باد چه استفاده هایی رو ببرن و در کدوم منابع و موضوعات برای تسهیل کردن زندگیشون از این نیرو استفاده کنن. ما وقتی به شهری از میریم میبینیم، به درستی میبینیم که اونها چقدر زیبا این باد ساختمون هاشون دارای این وسیله هست که درست مثل پنکه عمل میکنه و باد وقتی میچرخه تو این ساختمان، بادنما هست، نمیدونم اسمش رو دقیقا الان به خاطر ندارم، ولی وقتی میچرخه باد توی این مکعب مستطیلی که در بالای ساختمان هست و اون آبی که در پایین گذاشته شده درست مثل کولر عمل میکردش و در منطقه گرم و خشکی و کبیری یزد رطوبت میدادش و همینطور خنکی میداد به مردم یزد. پس فکر میکنم یکی از رسالتهایی که مردم سیستان به عهده دارن این هستش که اگر از این آسیاب‌های بادی مونده، بقایایی مونده، آثاری مونده که خب به صورت مخروبه هست، شاید درستش این باشه که اونها رو کمی ترمیم کنن، کمی اصلاح کنن و بتونن از اونها به درستی استفاده کنن. جناب محمدی، من برنامه رو دارم پیش میبرم، امیدوارم که بتونم به سرعت شما رو در این برنامه داشته باشیم، امیدوارم که شما به ما بپیوندید. من آنلاک کردم برنامه رو تا شاید شما بتونید راحت تر وارد بشید. به هر حال تمدن هر کشوری و حفظ تمدن اون کشور و اون منطقه، من فکر میکنم بخش عمدش به دست مردممون، شهرها گذاشته شده، مسئولیتش بر روی دوش اونها هست. باید که همتی بکنن، باید که احیا کنن مظاهر تمدنشون رو،
اون چه که از تمدن گذشتشون به جا مونده، اون چه که در کتاب ها به جا مونده و آثار جزئی از ابنیه و بناهای کهن و باستانی دارن بر اونهاست. اونها مسئولن که این آثار رو ترمیم کنن، درستش کنن، به شکل مطلوبی در بیارن و به نمایش بذارن و این خودش میشه یکی از قطبهای گردشگری منطقه سیستان. باز هم ما نتونستیم به جناب محمدی به پیوندی، یعنی جناب محمدی نتونستن به ما وصل بشن، به پیوندن و من مجبورم باز هم برنامه رو بدون ایشون ببندم. برحال ممنونم که این بخش از برنامه تا حدی تونسته باشه اطلاعات اندکی رو در مورد نجوم و اینکه سیستان یکی از مادرها و یکی از سرزمینها و یکی از خواستگاه های نجوم هست به شما داده باشه. تا برنامه بعدی و حضور آقای محمدی در این برنامه، همین شما رو به خدا می‌سپارم.